به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از صفحات اجتماعی گفته می شود نماز جنازه مولوی محمد ایاز نیازی روز پنجشنبه در کابل ادا و در پارک وزیر اکبرخان جوار مسجد وزیر اکبرخان به خاک سپرده می شود. زندگی نامه دکتر محمد ایاز نیازی. دکتر محمد ایاز نیازی در سال 1343 خورشیدی در شهر یمگان از توابع بدخشان زاده شده بود. او بعد از ختم دوره ابتدایی فراگیری علوم اسلامی راهی پاکستان جهت ادامه تحصیل شد و در دارالعلوم مرکزی دارالاقرای پشاور شامل و در بخش علوم شرعی و قرائت درس خوانده بود. همزمان با آن مکتب شبانه را نیز به پایان رسانیده. استاد دکتر نیازی بعد از ختم دوره مکتب راهی دانشگاه الازهر مصر شد و در آنجا سند لسانس را در بخش اقتصاد اسلامی به دست آورد. دکتر نیازی بعد از ختم دوره دانشگاه در بخش اقتصاد اسلامی ماستری خیش را به دست آورد. دکتر نیازی در بخش رابط بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی نیز سند دکترای خیش را اخذ کرد. او بعد از ختم دوره تحصیلات عالی از کشور مصر به افغانستان برگشته و به حیث استاد در دانشگاه شرعیات و دانشگاه کابل ایفای وظیفه می نمود. دکتر نیازی بر علاوه وظیفه استادی خطیب مسجد جامع وزیر اکبرخان نیز بود. آقای نیازی از جمله چهره های جوان و عالم دینی بود که بیشتر جوانان علاقمند بحث ها و سخنرانی های وی می باشند. دکتر نیازی در سن 12 سالگی قرآن را حفظ کردند و این خود استعداد و توانایی را نشان می دهد. دکتر ایاز توانسته بودند که در شرایط امروز که هجوم فرهنگی بیگانه و مبتذلات وارداتی به عنوان فرهنگ مدرن بر مفکوره عده‌ای از جوانان افغانستانی تأثیر گذاشته، جمع زیاد از جوانان را متوجه مسئولیت های دینیشان نماید. وزیر اکبرخان بیشتر از 3000 نمازگزار تجمع می کنند که بیش از 70% این جماعت را قشر جوان تشکیل می دهد و دکتر نیازی یکی از چهره های درخشان و تابناک در عرصه علوم اسلامی در میان علمای دینی جوان در کشور بودند. این در حال است حمله در کابل. ایاز نیازی امام مسجد وزیر اکبرخان و روحانی نزدیک به حکومت کشته شد. وزارت داخله افغانستان تایید کرده است که در اثر یک حمله در داخل مسجد وزیر اکبرخان، ایاز نیازی ملا امام این مسجد که از روحانیون نزدیک به حکومت محسوب می شد کشته شده است. و نقل از بی بی سی، طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که مولوی نیازی که در رویداد شام روز سه‌شنبه به وقت محلی مجروح شده بود درگذشته است. او پیشتر از جراحت 3 غیر نظامی در این حمله خبر داده بود. وی همچنین پیشتر گفته بود که این حمله انتحاری بوده است. اکنون اما مقامات گفتند که این حادثه بر اثر جاسازی مواد منفجره صورت گرفته است. مسجد جامع وزیر محمد اکبرخان در قلب منطقه دیپلمات نشین کابل و در فاصله چند صد متری ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار به ترتیب محل کار رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی قرار دارد. ریاست جمهوری افغانستان عمله کشته شدن ایاز نیازی را محکوم کرده است و تا اکنون شمار از مقامات دولت افغانستان در صفحات فیسبوک و تویتر خود در گذشت او را ضایعه جبران ناپذیر خواندند. طالبان نیز در اعلامیه این حمله را محکوم کرده است. ایاز نیازی کی بود؟ محمد ایاز نیازی در سال 1343 خورشیدی در شهر یمگان از توابع بدخشان زاده شده. او پس از پایان دوره مدرسه ابتدایی در زادگاه خود برای فراگیری علوم اسلامی راهی پاکستان شد و در دارالعلوم مرکزی دارالاقرای پشاور در بخش علوم شرعی و قرائت درس خواند. آقای نیازی بعد راهی دانشگاه الازهر مصر شد و در آنجا در بخش اقتصاد اسلامی آموزش دید. او ماستری فوق لسانس خود را در بخش اقتصاد اسلامی از همین دانشگاه به دست آورد
و سپس در بخش روابط بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی سند دکترا گرفت. آقای نیازی بر علاوه این که خطیب مسجد جامع وزیر اکبرخان مهمترین مسجد از نظر جایگاه مذهبی سیاسی در میان مساجد افغانستان بود، از چند سال به این سو در دانشگاه شرعیات دانشگاه کابل درس می‌داد. وی از جمله چهره‌های مذهبی بحث برانگیز بود که از گروه طالبان و حملات داعش انتقاد می‌کرد و در عین حال حضور و حملات نیروهای خارجی بر مواضع ملکی غیر نظامی را در خطابه‌های خود به باد انتقاد می‌گرفت. این روحانی مذهبی از همین رو در میان برخ مردم به ویژه روشنفکران مذهبی شهری از طرفداران برخوردار بود. ایاز نیازی در عین حال در برخ موارد از جمله کشته شدن بانو فرخنده 5 سال پیش در شهر کابل موضع‌گیری های داشت که مورد انتقاد فعالان جامعه مدنی و کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت. او یک بار در واکنش به دستگیری متهمان قتل فرخنده از سوی پلیس گفته بود که مردم مکلف نیستن از کسی بپرسند که چه کنند وقت فرد به مقدسات قرآن آنان اهانت میکنند. آقای نیازی به نهادهای عدلی هشدار داده بود که در صورت دستگیری متهمان مردم دست به قیام خواهند زد. اگرچه ایاز نیازی بعد از روشن شدن ابعاد شخصی فرخنده واکنش گسترده کاربران شبکه های اجتماعی و خشم جامعه مدنی در افغانستان اظهارات خود را تعریف شده خواند و شخصا برای عذرخواهی به منزل فرخنده رفت، اما این اظهارات وی بسیاری از طرفدارانش را از او منزجر ساخت. این در حال است رئیس جمهور هیئتی را برای بررسی حادثه بمبگذاری مسجد وزیر محمد اکبر خان گماشت. ریاست جمهوری یک هیئت را برای بررسی حادثه بمبگذاری مسجد وزیر محمد اکبر خان در مرکز شهر کابل گماشته است. به نقل از 8 صبح، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف بر ریاست این ایت توظیف شده تا چگونگی بمبگذاری در مسجد وزیر محمد اکبر خان و کشته شدن ایاز نیازی را به صورت دقیق و همه جانبه بررسی کند. به گفته صدیقی، نمایندگانی که از شورای علما، دادستانی کل، شورای امنیت ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی از اعضای با صلاحیت این ایتند. شام روز 3 شنبه 13 جوزا مواد انفجاری که در صحن مسجد وزیر محمد اکبر خان در کابل جاسازی شده بود انفجار کرد. طبق معلومات وزارت امور داخله در نتیجه این انفجار 2 نفر کشته شده و 2 نفر دیگر زخم برداشتند. ایاز نیازی ملا امام این مسجد ابتدا زخم برداشته بود و سپس در شفاخانه جان باخت. مسئولیت این رویداد را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است. گروه طالبان با رد دست داشتن در این بمبگذاری آن را نکوهش کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است بمبگذاری در مسجد وزیر محمد اکبر خان را که در نتیجه آن ایاز نیازی کشته شده است جنایت بزرگ می داند. بمبگذاری مسجد وزیر محمد اکبر خان در مرکز شهر کابل که در نتیجه آن ایاز نیازی خطیب این مسجد و یک نمازگزار دیگر کشته شدند با محکومیت گسترده روبرو شده است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری طالبان را مسئول این عمله عنوان کرده است. این در حال است سناریوهای پس از خروج امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا یک بار دیگر به خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید کرد. ایالات متحده امریکا از شروع مذاکره با طالبان در پی این بوده است که رهایی برای خروج نیروهایش از افغانستان پیدا کند و رقم زدن آینده و سرنوشت افغانستان را به دست خود مردم افغانستان واگذار کند. به گونه ای که منافع و سلطه‌اش در افغانستان صدمه نبیند، ایالات متحده امریکا در حال از افغانستان خارج می شود که به هیچ یک از اهداف تعیین شده ایش سالهای نخستین لشکرکشیش به افغانستان نرسیده است.
ایالات متحده به منظور برقراری یک نظام متحد با خودش در قلب آسیای جنوبی و آسیای میانه، به وجود آوردن یک دموکراسی نمادین و ریشه‌کن کردن بنیادگرایی اسلامی وارد افغانستان شده بود. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.